به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر هستین جور سعادتمند باشین شاگردای عزیز به مضمون ریاضی صنف هشتم خوش آمدین <متصفيق> 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 شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی صنف هشتم با همدیگه میخوانیم فصل چندم هستیم فصل پنجم قضایای مسلس امروز به هی درس ششم با هم دیگه میخوانیم اما عنوانی که ما و شما امروز میخوانیم چی است ناصف و زاویه های داخلی مسلس ناصف و زاویه یا گفتیم درس گذشته چی گفتیم گفتیم نیمسازم سازم به گفتن میشه نیم سازهای زاویه های داخلی مسلس درست است خب قبلی که بریم سر تخته و درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته رو باید با ما روان میکردیم در طریق واتساب نمبرش هم دو سفر 780 255 40 13 درست است اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید یا کدام پیشنهاد و انتقادی دارید توانید با ما در میان بگذارید در سر خمی نمبر که به شما خواندم درست است خب پس میریم سر تخته و درس امروز به خیر شروع میکنیم پس میریم سر تخته خب شاگرده عزیز و گرامی ناصف و زاویه یا نیمساز زاویه رو گفتیم چی است اگر یادتان باشه درس گذشته گفتیم نیمساز یک زاویه یک نیم خط است که زاویه را به دو نیم مساوی یا دو قسمت مساوی دو زاویه مساوی تقسیم می کند صحیح است اگر زاویه ما و شما 60 درجه باشد نیمساز که رسم می کنیم به دو زاویه سی درجه تقسیم می کند پس یک نیم خط است درست خب یک قضیه درس گذشته ثبوت کردیم یادتون است چه بود در قضیه ما و شما گفتیم اگر نقطه ام ما و شما روی نیمساز زاویه باشد فاصله تا از لای زاویه مساوی میشه درست است با عنوان مثال دقت کنید ما اگر یک مثلث داشته باشیم البته یک زاویه داشته باشیم گفتیم یک زاویه داشته باشیم با عنوان مثال این زاویه ای باشد او مثلا ای باشد پی و باشد Q به عنوان مثال زاویه P O Q سیست خب شاگردای عزیز اگر نیمساز از این مرف میکنه نیم ساز از این یک تا گفتیم یک نیم خط است که چیکار میکنه به دو قسمت مساوی زاویه ما و شما رو تقسیم میکنه به این شکل سیست یا ما X به عنوان مثال P الان O X چی میشه نیمساز ساز زاویه ما و شما میشه یعنی زاویه O1 با زاویه O2 چی میشه مساوی است چون نیمساز است حال قضیه چی بود؟ قضیه رو بودیم گفتیم اگر نقطه M روی نیمساز باشد فاصله از او تا از لای زاویه با هم مساوی است فاصله از او تا از لای زاویه دقت کنید یعنی که چی باید زاویه 90 درجه بکشیم دیگه ای رو گفتیم جلسه پیش درس قبل درست است ایره من نامش مثلا مثلا این دکتر رو نامش اچ بونم ایره ک بونم صحیح پس ام با ام ک مساوی است و این ثبوت کنیم و عکس قضیه رو ثبوت کردیم ما از عکس از کار میگیریم امروز عکس از چی بود میگفتیم اگر یک نقطه داشته باشیم فاصلهش چه چی باشد از دو تا زل زاویه مساوی باشد 100 درصد اون نقطه روی نیم ساز زاویه قرار دارد یک از از قضیه بسیار مهم است که اگر یک نقطه ما شما داشته باشیم فاصله از اون نقطه از دو زل زاویه مساوی یعنی ام اچ با ام ک مساوی باشد نتیجه میگیریم که نقطه ام و شما روی نیم ساز زاویه قرار دارد درست است ما از این باز کمک میگیرم درست است خب شاگرد عزیز من این پاک میکنم این یادآوری درس گذشته ما و شما بود اما درس امروز ما و شما نیم سازهای چه داخلی یک مثلث اگر ما و شما یا ناصف از یا یا نیم ساز میگیم فرق نمی پس نیم سازهای داخلی مثلث پس درس ما و شما ایست نامش است عنوانش نیم های داخلی مثلث اگر ما و شما یک مثلث داشته باشیم به عنوان مثال این مثلث ما و شما باشد است؟ کلان کشنم که خوب ثبوت شد A B و C سی. سیست بان خب سیست یک مثلث کلان داریم A B سی ما میگیم که یک قضیه دارم قضیه ای است که نیمساز های داخلی مگر اگر نیمساز زاویه بی زاویه ا و زاویه C را بکشم دقیقا همدیگر در یک نقطه قطع میکنن هر مثلث دلخواهی باشه فرق نمیکنه هر مثلث دلخواهی را که ما بکشم نیمساز های این زاویه داخلی زاویه بی ای و سی را بکشم نیمساز های این نیمسازها همدیگر در یک نقطه قطع میکنن صحیح است میگیم نیمساز ها نیمساز داخلی یک مثلث چی میشه نیمسازهای زاویهای داخلی دیگه نه ما نیمسازهای داخلی نوشته کرده نیمسازهای زاویه های داخلی مثلث نیمسازهای زاویه داخلی مثلث نیمسازهای زاویه داخلی مثلث چی میگیم میگیم همرسند یعنی در یک نقطه هم را قطع میکنند پس کلمه همرس معناش این است که در یک نقطه هم دیگر قطع میکنه اگر سه خط به عنوان مثال دقت کنید سه خط ما سه خط داشته باشیم یک دو سه سه خط در یک نقطه همدیگر دیگر قطع کنند اصطلاحا در ریاضی میگن که این سه خط چی هستند هستند. صحیح است همرس همرسند همرس هستند درست شد یعنی چی یعنی در یک نقطه همدیگر دیگر قطع میکنند پس خیلی از کتاب ها نوشته میکنه نیمسازهای زاویه داخلی مثلث هستند. این رو باید ثبوت کنیم یا در یک نقطه هم دیگر قطع میکنه فقط یک نقطه دیگه هم داریم نیمساز های زاویه داخل مسلس علاوه بر که همرا هستند داخل مثلث هم دیگر قطع میکنند چون در سای بعد ما شما باز چه عمود منصف ها هم داریم عمود منصف ها هم دیگر قطع کنند در یک نقطه ولی داخل مثلث نیست ممکنه خارج مثلث باشد روی 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 مسلس باشد اما نیمساز های زاویه های داخل چی میشه؟ هم دیگر در یک نقطه داخل مثلث قطع میکنه این 100 داخل مثلث هم دیگر میکنه صحیح شد فهمیدی چی رقم شد دیگه پس من اینو میکنم خضیه پس قضیه ما شما چی است قضیه نیم سازهای زاوی های داخلی هر مثلث یک دیگر را در داخل مثلث قطع میکنند درست است خیلی هم ثبوت کنیم اما چرا هم ثبوت میکنیم دقت کن شاگرد عزیز من به شک ثبوت میکنم پس ثبوت خب ثبوتش به شکل است شاگرد عزیز من میگم که من میام چی میکنم نیمساز زاویه B و زاویه C را رسم میکنم خودم نیمساز زاویه با نقاله میام اندازه میگیرم زاویه B چند درجه است با عنوان مثال میشه چند 60 درجه و دو تا 30 درجه تقسیم میکنم صحیح است پس نیمساز زاویه B و زاویه C را من رسم میکنم نیمساز B و نیمساز زاویه C را رسم میکنم پس اینی زاویه با این زاویه مساوی است اینی زاویه که زاویه مساوی است خب این دو تا نقط... دو تا هم ساعت دیگه در یک نقطه مثل او قد میکنه صحیح است این دو تا خط است دو تا نیم خط است هم دیگر در یک نقطه قد میکنه نقطه نامش ا میمونه او میمونه پس ثبوت میگیم نیم ساز زاویه های بی و سی را رسم میکنیم و نقطه تقاطع آنها را او نامیم و نقطه تقاطع آنها را او نامیم نامش او میمانو سیست پس نقطه تقاطع رو مانده خب آلی شاگرد عزیز دقت کنید چون نقطه او روی نیمساز زاوی بی است طبق قضیه قبل درس گذشته گفتیم اگر یک نقطه روی نیم باشد چی میشه فاصله از او از دو زل زاویه با هم مساوی میشه درست است پس چون نقطه او روی نیم زاویه بی است فاصله از زل از این زل بی ای با چی باشد مساوی باشد دیگه نه زاویش بود 90 درجه ما بکشم درست است کمی کچتر باید بکشم یعنی به این شکل از او دی دی نقطه بکی نامش میگیریم اچ یعنی زاویه چند درجه است 90 درجه هست. و از انیویل بی سی هم اگه ما زاوی 90 درجه بکشم به این میشه صحیح ای رو میگیرم که وان او من او ای برتر نوشته کنم که پس این نقطه رو نامش گرفتیم او نقطه نامش گرفتیم چی؟ نامش گرفتیم او صحیح پس دقت کنید چون نقطه او روی نیمساز زاوی بی قرار دارد فاصله شی تا, تا زل ای بی با فاصله تا زل بی سی مساوی یعنی OH با OK کا مساوی است چون روی نیمساز قرار دارد. درس گذشته ما و شما همین قضیه بود دیگه پس میگیم که او روی نیمساز زاویه بی زاویه بی قرار دارد پس نتیجه چی است نتیجه است که OH اچ مساوی است با OK. کا پس OH ما و شما با OK مساوی میشه خب آل دوباره چون او نقطه او روی نیمساز زاویه C قرار دارد پس فاصله تا زل BC یعنی او اوK باید با فاصله تا زل AC مساوی باشد فاصله از مگر اگر بکشیم زاویه نوت بکشم این نامش چی میمانم؟ این نقطه رو نامش آی میمانم سهیست؟ پس چون او روی نیمساز زاویه سی قرار دارد پس او با او آی مساوی میشه سهیست؟ پس اینو میکنم او روی نیمساز زاویه سی قرار دارد در نتیجه چی میشه؟ اوکی ما و شما با او آی مساوی میشه پس اوکی مساوی است با او آی درست است؟ خب از این هر دو شاگرد دقت کنید او با اوکی مساوی شده او با او آی مساوی شده او با او مساوی است دیگه پس نتیجه میگیریم بگیریم او با او آی باید مساوی بشه 100 فیصد او که با یک چیز مساوی است حالا هر چقدر مثلا 3 سانتی متر 4 سانتی فرق نمی کنه او اچ با 3 سانتی متر مساوی است او آی با 3 سانتی متر پس نتیجه می گیریم او اچ و او, او آی با هم چی است مساوی است پس از این هر دو ما نتیجه می گیریم که او اچ مساوی است با او آی صحیح است یعنی فرمول چی رقم شد او اچ با او آی مساوی است خب شاگردان عزیز پس او اچ با او او اچ با او آی مساوی شده یعنی انیز با این مساوی شده خب چه نتیجه میگیرید طبق عکس قضیه گذشته درس گذشته گفتیم اگر یک نقطه فاصله شی تا زل های زاویه مساوی باشد 100 فیصد روی چی است روی نیمساز قرار دارد اما زاویه ار اگر ما شما در نظر بگیریم زاویه ا را ما شما در نظر بگیریم با این زاویه ا ای باشد به مثال این زاویه ا ای در نظر بگیریم نقطه ای او دقیقا فاصله تا ای زل و تا ای زل مساوی است او اي او اي با او اچ مساوی است ثابت او آی با او اچ مساوی است معنای چی است معنای چی است که نقطه او ما و شما روی نیمساز زاویه قرار دارد پس ن... از این نتیجه میگیریم پس باند با دیگر رنگ نوشته کن. پس از این ما و شما نتیجه میگیریم چون او اچ با او آی مساوی است طبق عکس قضیه درس گذشته میگیم که نقطه او روی نیمساز زاویه ا قرار دارد پس نقطه او روی نیمساز زاویه A قرار دارد خب پس معناش چی است یعنی همین نقطه او وقتی روی نیمساز زاویه B بود روی نیمساز زاوی زاویه C بود روی نیمساز زاویه A هم هست یعنی سه تا نیمساز های زاویه داخلی مثلث ما و شما هم دیگر در یک نقطه اسمش او مانند با هم دیگر در یک نقطه قطع میکنه پس ثبوت شد صحیح پس اینا ما اگر بیایم بکشیم میره البته لازم نیست بکشیم دیگه همین نتیجه گرفتیم پس فقط فکرستان باشه شاگرده عزیز چی هست از اینکه نتیجه گرفتیم OH با OA مساوی است، از عکس قضیه درس گذشته نتیجه گرفتیم که نقطه او روی نیم ساز زاویه قرار داره چرا چطور نتیجه گرفتیم چون گفتیم وقتی یک نقطه فاصله ش تا دو تا زا... تا دو تا زل زاویه مساوی باشد 100 فیصد نقطه روی نیمساز قرار دارد درست است پس چی شد پس شد پس این قضیه ما بسیار مهم است شاگرد عزیز در امتحان میایید ثبوت کنید با عنوان مثال میگه که نیمساز ثبوت کنید نیمسازهای زاویه های داخلی هر مثلث چی است همدیگر رو در یک نقطه داخل مثلث قطع میکنند صحیح است پس اینو با نوشته کنم قضیه چی است نیمسازهای داخلی هر مثلث نیم زاویه های داخلی هر مثلث یک دیگر را در یک نقطه داخل مثلث قطع می داخل جای نیست میدان اینجا نوشته می کنه مثلث قطع می پس این قضیه ما و شماست این هم که پایین ثبوت کردیم سهیست؟ پس شاگرد عزیز این قضیه بسیار مهم است و یک نکته که باز دوباره گفته میره باید دوباره تکرار میکنم درس های باز بعد ما و شما باز ما عمود منصف ها داریم درست است ناصف عمودی یا عمود منصف داریم باز دوباره یک مثلث م... ما عمود منصف های از لای مثلث میتونیم بکشیم اونا اونا هم دیگر در یک نقطه قطع میکنن ولی اونها داخل مثلث نیست ممکنه بیرون مثلث باشد ممکن داخل مثلث باشد ولی نیم های داخل داخلی هر مثلث همدیگر در داخل مثلث قد میکنن درست است ارتفاع باز ما درس بعدی ما و شما باز بعد های بعدی ما و شما ارتفاع های مثلث هم هست ارتفاع های مثلث هم, هم در یک نقطه میکنه ولی اونها ممکنه داخل مثلث باشه ممکنه بیرون مثلث باشد درست است پس فقط چی داریم ما فقط نیم سازهای زاویه های داخلی مثلث داریم که در یک نقطه و داخل مثلث همدیگر را قد میکنند درست است خب من تخته پاک میکنم یک مثال کار میکنم و درس امروز ما و شما خلاص میشه درست است پس تخته پاک میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی یک مثال کار میکنیم به درس ما شما امروز خلاص میشه پس مثال ما با شما بگه که یک مسلس با ازلای عنوان مثال 3, 4 و 6 رسم کنید سه است؟ یک زلی 3 باشد یک زلی 4 باشد یک زلی دیگر 6 باشد رسم کنید و نیمسازهای داخلی شب یک نیمسازهای زاوی داخلی را رسم کنید یعنی بکشید خب کار نداره ما شما یک مثلث میکشیم که یک زلش سه باشد دیگه زلش چهار و یک زلش پنج باشد و اگر بکشیم دقت کنید به این میشه با سالی سه باشد یعنی چهار باشد و یعنی شش باشد پس این سه یعنی چهار و یعنی شش اگر خط کش داشته باشیم با خط کش میتونیم اندازه بگیریم فقط فکرتان باشد چقدر عزیز وقتی دقیقی رو بکشی چیکار میشه زاویه ما شما درجه بیشتر میشه پس حالا کار نداریم مثلث شده کشدیم. یا به ما شما میگه با زاوی های مثلا سی درجه و 90 درجه بکشه پس میکشید مشکل نیست رو میتون با نقاله اندازه میگیره و مثلث میکشیم حالا نیمساز زاویه داخلیش گفته بکشید رسم کن با من کلانتر بکشیم مثلث خود مثلث ما شما میشه فرض میکنم سی است یعنی 4 است یعنی 6 یعنی 3 سانتی یعنی 4 6 درست حالا گفته زاویه داخلی از را رسم که. خب کار ندارم من میرم چی میکنم اینی زاویه کد نقاله اندازه میگیرم نقاله را دیگه درست است اندازه میگیریم مثلا چند درجه میشه مثلا میشه 40 درجه به دو نیم تقسیم به دو تا 20 درجه تقسیم میکنی صحیح است به دو تا 20 درجه تقسیم و نیم ساز از رو میکشی دقیقا به این میشه و اگر ما بیایم باز اینی زاویه کرد نقال اندازه میگیرم این چند درجه مثلا 110 درجه میشه به عنوان مثال بدون این تقسیم کنیم میشه چند میشه 55 درجه سایز دو تا 55 درجه جورش میکنیم ده این نقطه میشه پس این میشه 55 این نقطه میشه 55 و اینی را ما و شما میایم به رفت میکنیم و این زاویه رو اندازه میگیریم دقیقا ما هم چی میشه مساوی میشه پس این نقطه نقطه چی میشه نقطه او میشه پس چی میشه نتیجه میگیریم که در هر مثلث در هر مثلث شما چی کنید بیایم اگر ما نیم سازهای زاویه داخلی را رسم کنیم دقیقا در یک نقطه داخل مثلث یکدیگر را خط می کنند درست است پس رسم کردن یا آسان است فقط باید خط کش نقاله یار داشته باشیم که بتونیم مثلث بکشیم و نیم سازهای شرط کنیم و رسم کنیم و می بینیم که نیم سازها دقیقا در یک نقطه هم دیگر را خط می درست است فرمولی چرا خم شد دیگه نه با نام مثال 110 در درجه باشه میشه 55 درجه و دیگه شم 55 درجه پس میشه 55 درجه یعنی میشه 55 درجه سیست این دقت کنید با نقاله اندازه میگیرند این باشه چند درجه 100 در درجه بشه 40 درجه باشد، میشه 150 در درجه سیست چون نگاه ما چی داریم گفتیم 110 در درجه یعنی بشه یعنی را مثلا اندازه بگیریم چند بشه میشه 40 درجه جمع 40 اگر بسازیم میشه 150 تا 180 30 درجه, درجه, درجه دیگه میمانه پس یعنی میشه 30 درجه پس اگر 40 باشه اینو میشه 20 چون دو تا نیم ساز هست دیگه به دو بیست تقسیم میکنه و او دیگه هم باید چند باشد و باید سی باشد که شو 180 درجه رو خود خب میفهمیم مجموع زوای داخلی هر مثلث 180 درجه است که چند شوه 100 درجه پس یا برش چند میمونه کلش سی باشد میشه دو تا 15 درجه پس هم 15 درجه است و این ایزاوی هم چند درجه میشه 15 درجه صحیح پس فهمید چرا خم شد دیگه نه پس ما و شما یک قضیه امروز خواندیم و او چی بود ناصف های زاویه یا نیمسازهای زاویه های داخلی هر مثلثی که بکشیم فرق نمیکنه در یک نقطه هم دیگر قد میکنه و اون نقطه داخل مثلث هست درست است؟ ناصف و زاویه های داخلی مثلث درست است نیم سازهای زاوی های داخلی مسلسه و گفتیم چی است و قضیه هم گفتیم که هم دیگر در یک نقطه قطع میکنند و اون نقطه هم داخل مسلسه است درست است پس من تیک مارک میکنم درس ما و شما امروز امیسته که خواندیم و کارخانگی کارخانگی تمرین های صفحه 122 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق چی از طریق واتساپ و نمبرش چند است؟ 20964 780 255 40 13 درست است اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانه کدام پیشنهاد کدام انتقاد دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر از این واتساپ میتونید با ما در ارتباط شوید البته ما ما در فیسبوک هم هستیم در یوتیوب هم هستیم صحیح فرق نمیکنه. ولی در واتساپ میتونید ارتباط بگیرید و سوال خود پرسان کنید درست است شاگرد عزیز شاگرده عزیز و گرامی پایان درس ششم از فصل پنجم مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا نگهدار